دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر، آرتشدگان کاسپین و البرز ایرانیان در تهران، جمعی از جوانان در بهبهان، بیش از 200 تن از کارگران بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان، کارگران بولبرینگ سازی در تبریز، رانندگان تاکسی در اردبیل، کارگران شهرداری در آبادان، کارگران فاز 12 پارس جنوبی در عسلویه و نگهبانان شرکت کشت و صنعت در چالوس روز سه‌شنبه اعتصاب و اعتراض کردند. ترامپ وضعیت اضطراری ملی علیه رژیم را تا سال 2020 تمدید کرد. بنیاد دفاع از دموکراسی ها: رئیسی از سابقه شرم ندارد، واشنگتن باید او را تحریم کند. رویترز: استفاده خامنه ای از انتصاب رئیسی برای سرکوب مخالفان سیاسی. باز هم افزایش قیمت مرغ، هر کیلو 17200 تومان. مایک پومپو: حمایت هند از اقدامات ما در رابطه با رژیم ایران. یونیسف: جان باختن 1106 کودک سوری بر اثر جنگ طی سال گذشته. بعد از سقوط هواپیمای بوئینگ 737 مکس در اتیوپی، برخی کشورها استفاده از این مدل را متوقف کردند.